تی نبود. تی کجا بود؟ خوش برگشتیم به کانال خودتون. ادامه آلبوم ترک تی نبود. نمیدونی فلان کجا بود؟ میریم تو ترک بود. تی کجا بود؟ تی تی تهرانو میگن رگونی یا حالا بریم ببینیم کجا بود. دیس چه دزار رو بیت کاکا منو وینی بابا بام با 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 دوکی 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 رفا را 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 خیلی باله ککا کام وینی وینی نینی دوکی دوکی لکنتیه دادا دادا. همیشه یه راه دراز بود و یه رول علف، همیشه بطریپ میشدم به نلاشی ها، همیشه یه دوستی میومد برینه به هدف، هیچ وقت راستی نداشم من به این ساقی ها. همیشه تو میزده بلانتو تو راه، بعد خیلی باحال بود، میگه من همیشه بد تریپ بودم با لاشیا، خوش سفر نبودم. آره. همیشه تو سفر مشکل میخورم با این لاشی بازی. حالا این سفر همون سفر هم در واقع گذران عمر. آره سفر. همیشه میزدم زیرش، چی به تخمم نبود، تا با این که بچه نمیمونه کلم پلو، بابام ازم ناراضی بود، بازم تخمم نبود، دربیو نگاه میکردم تا بشه تخمم تموم، لاشی منو گذاشت رفت ولی تخمم نبود، رفیق سعیمیم شو کزلیز پشتم نمون ماما جد کزلیز خیلی رفاقت ها سریم. آره. کزلیزی ها میگه دربیو نگاه میکردم فقط برنگ تخمم تموم شد بلا ولی خب چیه؟ چرا این استقلالیه دیگه نه؟ منو گذاشت رفت ولی تخمم نبود، رفیق سعیمیم شو سلیز پشتم نمون مامانم و گذاشتم رفتم، قلبم شکست ولی آیفون رو جواب نداد روم، تخمم نبود ستون فشارش بالا بود بردمش بیمارستان، وقتی پول نیازشم بهم نداد، تخمم نبود رفیقامو میشناسن سر من چارجا اگه، ولی اکثرا لاشی در اومدن تخمم تخمم بیدی تی چیه؟ تی تهران نیست که عزیزم، تی تخمم. تی تخمم تخمش نبود، تخمم نبود، تخمم نبود، تخمت نبود. کجا بود؟ کجات بود؟ تخمم نبود. میشناسن سر من چارجا اگه، ولی اکثرا لاشی در اومدن تخمم. رفیقم عاشق یه داف بود، من خوشحال شدم دیدم یه بدبی عوضیه با تخمم نبود، اولین باری که شنید میخونم خندش گرفت، یه ما بعد گفت میخوام تو اتاقم تخمم. شب اول بابا واحد و فرو قلبم شکست، میدونستم یکی خودم میخرم، تخمم نبود، تخمم نبود. آقا هنر رندانه به تخم گرفتن این ترک، هنر به زبان ساده، به زبان ساده، به زبان هیپ هاپی. کتاب یه کتابیه دیگه، هنر رندانه به تخم گرفتن. آره حالا شاید بقیه بعضی بچه‌ها دیگه نمیخواد کتاب بخونن، این ترک بود. آره. کافی اون کتابم همینه، یعنی در واقع اینه که موقعی چیزایی که میبینید تو زندگی واقعا زیر تو خودتو بگیرین برین جلو دیگه، یعنی اذیت نکن خودتو، سخت بگی سخت بر میذاره دیگه، در اصلا پیش میاد، نمیتونی جلو یه پیش آمد یه سیچ دار بگیری. شاعر میگه پیش میاد دیگه، پیش آمده، پیش بند و بند پیش میاد دیگه. شاعر گفته اینو من نشنیدم. قلب بابا واحد و فرو قلبم شکست، میدونستم یکی خودم میخرم، تخمم نبود، تو گفت وقتی رپ میکنی دیگه اینجا نیا، عاشق مسیرم بودم واسه همین تخمم نبودم، من میگفتن جوره تخمیه تخمم نبود، رفتم راه جلو با اینکه کسی پشتم نبود، رفیقام لاشی شدن تو مسیر، قلبم شکست دیدم دارم سقوط میکنم، ولی تخمم نبود. دوست دارم ترکشو، خیلی محتوای کش پرداخت کرده، محتوای درستی. آره این دقیقاً تو پلیلیست هم خواهد بود. بیگم لاشی شدن تو مسیر، قلبم شکست دیدم دارم سقوط میکنم، ولی تخمم نبود. دنبال زفت میگردم بزنم بهت، اینا رو تو مدرسه یاد نمیدم پسرم، بهت یاد میدن یه طرف جهنمه یه طرف بهشتم، من یاد بگیر قلب تو بکنی سفت طرف فلز، منم اگه کلی گناه کردم واسه الکله، نمیخوام ببینم که یه روز سابقت دوره. به 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 میگه منم اگه یه موقع گناهی کردم واسه الکله. آقا اینو من اینجا خیلی شبیه من میشه، اشتباهی کردم، اگه اشتباهی کردم، ولی واقعا اینه که
یه سه ایچه تو مدرسه یاد نمیدن، یه سه تجربه هاست دیگه، نه میگن پیرن بیشتر پاری کردین، این همینه داستا. تو مدرسه هیچ بهت یاد نمیدن، نه تو مدرسه ایران، هیچ مدرسه در هیچ جای دنیا، تو یه سه ایچه رو واقعا باید تجربه کنی. مثل این روزا میخوام بهت بگم، تو مدرسه های ایران هیچ یادت نمیدن، ولی آره. بیرون ایران یه سری علم به درد بخور یاد میدن، ولی بقیه رو باید تجربه. آره بیس و پایش رو یادت میدن. آره. آره. خیلی عجیبه. مثلا در گرجستان که حالا کشور خیلی تاپیم نمیتونیم در نظرش بگیریم، شما اگه صدای خوبی داشته باشی هر چیزی، تو همون مدرسه شانس ستاره شدن، خوانده شدن داری. ولی در ایران اگه قرآن هم بتونی بخونی، یعنی مثلا سوتینا، تشبت بره قم کونی بشی. این فرقش. چه کارچی ماهری بود پاپا با یه لند روبر پسرم، الان نگاه کن بابات یه رپ کنه. یه رو که کلاس و پیچیدم سر زنگ اول، فروختم فامیلیم و دوتا استیشتم دفتر، میکشیدم سیگار تو دستشویی ته حیات، بعدش پیپر یه و شکی وقتی همه رفتم، سفید گرمی دیویس میگرفتم گیر بودم رونیم. او وینا پسر داره؟ نه مثلا داره در آینده‌ای که مثلا به پسرش یا آره دیگه مثلا همچی فازی. نه دیگه پسر چی کجور من نمیدونم، فکر نکنم. پیپر یواشکی وقتی همه رفتم، سفید گرمی دیویس میگرفتم گیر بودم رونیم، کت هنرستان خط میکرم میخوندم، یکی گفت یه لس به هم بده بهش میفروختم، وز خونه بد نبود ولی عاشق دیل بودم، رفیق تو رکیمون فروختم به یه وچ، بعد این که به هم زدیم همون پسر برگشت بهش. شیت وات دی فاک سره یه بچ رفاقتو به فاک دادن، یعنی سره یه دختر اینو رفاقتو به گاه دادن، بعد فهمید دختره بچه پسر پیشم پسره، یعنی دو سر چیره خر. فهمیدم باید بکنم بلش ولی تخمم نبود، واسه همین ندادم کشش، میرفتم باغ فردوس بعد حوزه امتحانی، همه چی برم بوده شل و جزوه مموری، اولین تکسم و یادم دوره ابتدایی، پای مداد نوشتمش پشت پوستر فراری. مماری خونده مگه؟ با مماری مگه؟ با همه چی همراهون بریز جزوه مماری حتما خونده دیگه، ولی باغ فردوس؟ آره باغ فردوس و چند دار میمونم مهمو اینجوری و ما که نظام آباد تا شمرون بودیم. اصلا عوض شدش من بازم هست و چه رو قلبم دو ست تا خراش اما نه تستوه، دوره تو برنامه دورم کلانم اش بره، بسر قریب ندارم کلافم شب شده، تخمم نبود اگه رفتی با یه تخمی، نفهمیدم خامه کی شدی و چی و پختی، دیگه در نمیاد ترسم با اپلود عکس لختی، روزا میره پیر میشیم هم همون مفتی. آه راست میگی، روزا میره تخمم نبود که رفتی با یه تخمی. اینی که میگه روزا میره همه اون پیر میشیم و قشنگ من الان درک میکنم. آره دیگه. خیلی بچه ها که دارم مثلا منو میبینن یا برام دایرکت میگن تو خیام منو میبینن دمشم گرم، البته خیلی جوان تر از منم بعضیشون، یعنی اکثرشون، اینو الان شاید اصلا متوجهش نباشین، ولی یه هم مثل امافیری میبینین 42 سالتونه و احساس میکنه هنوز میخواین اشغال کنین، یعنی من هنوز فکر کنم یه آدم 20 خورده ساله هم، واسه این رفتارم و اشغال هم هنوز مثل اوناست و بعض اون تو میگی نمیتونم عوض بشم، من دلم خود تو اشغال بمیرم، ولی دیگه سنم رفته بالا و میدونی یعنی یه جوابت باید هوا خودتم داشته باشی دیگه. این بده حاجی، این بده چقدر دب شد تمام. بچه گیم عاشقه یه ساعت بودم تارم شلام، داشتی دو سه گرم یه بلانت لاغره برام، داشتی آدم ها انگاری شدن آخر زمان، داشتی این قلب لعنتی دیگه آهن علم، میگه دو سه گرم دو یه بلانت لاغره. چی دو سه گرم؟ داداش دو سه گرم بچه ها سنگین کارن. آخه من خودم لاینم اینوریه، یعنی درینکی هم بیشتر این، ولی این دو سه گرم مرام هم که خیلی سنگینه حاجی بابا، با اصلا خیلی سنگینه. البته شهاب و بچه ها دیدن، حالا بهش کنم شهاب دیدن دیگه میشن. آخ 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 این
این دیگه آترو کاگان اضافه ورس کاگان انگار دیگه آترو کار خیلی عالی. این کاره کاری بود که من دوست داشتم توی آلبوم. خیلی واقعا. دلی به حال بود. این صد درصد اینم توی پلی لیستم. خیلی بهم حال داد. من کلا با این آلبوم حال کردم. حقیقتش رو بخوام بگم منم میتونم اقرار کنم. من کلا آلبومای قبلی هیپاپولوژیست رو خب مثلا از هر کدومش ممکنه یه ترک رو دوست داشتم، دو تا ترک، ولی این آلبوم رو نمیدونم تا اینجا همش رو دوست داشتم. تنوع جوریه که جذبم کرده منو. به نظرم تاثیر داشته حضور ویناک. 100 درصد. ببین اینجا میخوام اینو یک کردیت به ویناک بدم. هیپاپولوژیست خیلی رپر توانه. آره، اینو ثابت کرده. ویناک اومده تا یه سطحی خودشو کشیده بالا این چند وقته که واقعا وقتی توی آلبوم اینجوری تو کنار هیپاپولوژیست میبینیش از نظر من خب تنوع ایجاد کرده که تو به قول تو میتونی همه ترکر تا آخر حال کنی باش. حالا هم لحظه با حاله به نظرم همین که این تنوع ایجاد شده دیگه دو نفر که وقتی توی آلبوم واقعا اینجوری جذاب شده برای من جذاب. من 100% چند تا این ترک ها تو پلیلیستم خواهد رفت و حالا گوش خواهم کرد. دمتون گرم تا آخر ویدیو همراه من و نیکتو بودیم. یه ترک دیگه داریم و پرونده آلبوم بسته میشه. ما همراه باشید و از هر جای دنیا که برونید آرامش داشته باشید. چه فکر کردی؟ نمیدونم که داری یه قدا بس کات هم نمیدیم تخمت نباشه.